سلام به شما دوستای عزیزم، به سومین جلسه از بسته آموزشی یوگاتون خوش اومدید. توی وضعیت دو زانو قرار میگیریم و تمرینم رو شروع میکنیم. من تمرینم رو از آخر متن شروع میکنم، بین پاهامو فاصله میدم و تمرینم رو از وضعیت کودک شروع میکنم. یه کوچولو بین زانوهام فاصله است، با دستام قدم میزنم، میرم به سمت جلو و لگنم رو روی پاشنه پام قرار میدم. سرم رو میبرم به سمت زمین و سعی میکنم دستام رو اگر برام امکان داره روی نوک انگشتام قرار بدم. گوشم رو نمیکشم به سمت بالا، شونم رو به سمت گوشم و شونم رو میکشم به سمت پایین و رها میکنم. اگر این وضعیت برام سخته، میتونی به راحتی کف دستت رو بذاری روی زمین و تمرینت رو از همینجا شروع کنید. توجهت رو بیار به دم و بازدم هات. اجازه بده با هر دم و بازدم قفسه سینه‌ت به سمت زمین رها و رهاتر بشه. قسمت لگنت رو با هر دم و بازدم اجازه بده رها بشه به سمت پاشنه‌های پات. بدنت رو رها و ریلکس کن به سمت زمین. اجازه بده سنگینی بدنت به سمت زمین جاری بشه. سعی کن هیچ انقباض یا گرفتگی به بدنت ندی و این اجازه رو بده به بدنت که به هر شکلی که دوست داره به سمت زمین رها بشه. توجهت رو بیار به دم و بازدم هات. ازت میخوام امروز 5 تا دم و بازدم عمیق، اگر برات امکان داره از راه بینی بگیری، که هر دم و بازدم و مکس بین دم و بازدمت رو برای چند شماره طولانی کنی. یعنی دم رو برای 3 شماره بگیری، مکس بین دم و بازدم برای 3 شماره و بازدم برای 3 شماره. بیریم با هم انجامش میدیم. دم بگیر، دستات رو از همینجا ببر به سمت راست. سعی کن که دو سمت لگنت رو روی پاشنه‌های پات نگه داری، فقط دستات رو ببر به سمت راست و دوباره سرت رو بین دستات رها کن. کشش بیشتر الان توی دست چپت هست. کف دستات رو بکش به سمت جلو، روی متت فشار بده. شونه‌هات رو نکش به سمت گوشه، رها به سمت زمین. انقباض توی سر گردنمون نمیدیم. دم و بازدم، دم و بازدم. من به آرومی جای دستان رو عوض میکنم. دستان رو میارم به سمت چپم و دوباره سرم رو رها میکنم روی زمین. اگر میرسه، اگر نه، بین دستان نگهش میدارم. قشنگ دستات رو بکش به سمت جلو و سمت چپ. کشش رو توی دست راستت احساس کن، توی پهلوی راستت. دم و بازدم. به سمت لگنت رو روی پاشنه پات نگه دار. به آرومی برگرد وسط، با دستات قدم بزن به سمت بدنت و رها بکنه. خب بیاید توی وضعیت 4 دست و پا قرار میگیریم. بین دستامون فاصله عرضشونه، بین پاهامون فاصله عرض لگن. مچ دست و شونم رو توی یک خط قرار میدم. زانو و لگنم رو توی یک خط قرار میدم.
اگر احتیاج داری حتما برای زیر زانود از یه ساپورت استفاده کن. شکمت رو منقبض کن که گودی کمرت رو پر کنی. یعنی نمیخوام کمرم گود بشه، قسمت پایینیش، من نمیخوام آرنجام خم بشه، نمیخوام شونه هم به سمت گوشم کشیده بشه. تمام این جزئیات رو رعایت کن، نافت رو منقبض کن که گودی کمرت رو پر کنی. از همینجا دست راستم رو روی متن فشار میدم، دست چپم رو روی متن فشار میدم. میخوام همراه با دم نگاهم رو از وضعیت میز ببرم به سمت چپ، پاشنه چپم رو نگاه کنم، یه دم و بازدم بگیرم، آرنجام صاف و به آرومی برگردم وسط. دوباره میخوام نگاهم رو ببرم به سمت پاشنه راستم، یه دم و بازدم بگیرم، دم بعدی و بازدم آرومی برگردم. دستاب صاف و کشیده است، آرنجا صافم و میریم تکرار میکنیم یک بار دیگه. دم میریم به سمت راست، میریم به سمت چپ، پاشنه چپم رو نگاه میکنم، کشش رو توی پهلوم احساس میکنم و برمیگردم وسط. میرم نگاه به سمت پاشنه پای راستم، کشش رو توی پهلو احساس میکنم و به آرومی برمیگردم وسط. اگر دستات اوکی همینجا ادامه میدی، اگر فکر میکنی احتیاج به استراحت داری، دوباره گفتم هر وقتی احتیاج داشتی بچه ها میریم عقب، دستامون رو کمی رها میکنیم بدون عجله، بدون اینکه بخوام به خودمون فشار بیاریم، میریم قشنگ با خودمون دوستانه در صلح قرار میگیریم و هر چقدر که احتیاج داریم استراحت میکنیم و دوباره برمیگردیم توی وضعیت چهار دست و پا قرار میگیریم. کف دست راستم رو روی زمین فشار میدم، دقت میکنم که مچ دستم و شونم توی یک خط باشم. دست چپم رو همراه با دم میکشم به سمت بالا و همراه با بازدم دست چپم رو میارم و از زیر دست راستم رد میکنم. دوباره دم میگیرم، دست چپم به سمت بالا، بازدم میارم و از زیر دست چپم زیر دست راستم رد میشم. یک بار دیگه دست چپم رو میکشم بالا و این بار کامل دست چپم رو از زیر دست راستم رد میکنم و کامل دست چپم، شونه چپم، سمت چپ صورتم رو میذارم روی زمین. کامل تا جایی که میتونی شونت رو بذار روی زمین و دست راستت رو بکش به سمت بالای سر، کف دستت روی زمین. به این شکل اگر این وضعیت اذیتت میکنه، سعی کن که دست راستت رو، کف دستت رو بذاری روی زمین جلوی سینه‌ت و فشار بدی. اگر اوکی هستی دستت رو بکش به سمت بالا، قفسه سینه‌ت رو تا جایی میتونی به سمت پهلو باز کن، به سمت راست دم و بازدم، دم و بازدم و به آرومی کف دست راستت رو روی زمین فشار بده و بلند شو و دوباره توی وضعیت چهار دست و پا قرار بگیر. از وضعیت میز بین اینکه حالا بخوام بریم از سمت دیگه تکرار کنیم، بینش میریم یه تمرین دیگه انجام میدیم و برمیگردیم. از همینجا با لگنم میرم به سمت عقب، دستام میبرم به سمت جلو، سرم روی پیشونیم رو روی مت قرار میدم، توی وضعیت کودک قرار میگیرم، یه دم میگیرم، میام به سمت بالا تا جایی که زانو و لگنم توی یک خط قرار بگیرم. یعنی زیاد نمیام جلو، مهم اینه که برام زانو و لگنم توی یک خط قرار بگیرم، یادمون نره شکم ما منقبض باشه. دوباره از همینجا میرم به سمت پایین، همراه با بازدم پیشونی میره روی من توی وضعیت کودک، به آرومی دم میگیرم، میام تا جایی که زانو و لگنم توی یک خطن، یک بار دیگه دوباره دم میگیرم و بازدم میرم به سمت زمین و دوباره دم میگیرم، میام به سمت بالا و
دوباره میام توی وضعیت میز یا چهار دست و پا قرار میگیرم. این بار میخوام بریم برای سمت دیگه تمرین رو تکرار کنیم. کف دست چپم رو فشار میدم روی مت، آرنج صاف دم میگیرم، نافم رو میگیرم، دست راست میره بالا، بازدم، دست راستم از زیر دست چپم رد میشه، دم میگیرم، دستم میره بالا، بازدم، از زیر دست چپم رد میشه، یک بار دیگه دم میگیرم، بازدم، کامل دست راستم رو از زیر دست چپم رد میکنم، سرشونه راستم، سمت راست صورتم، همه رو روی متن قرار میدم. دستم رو میتونم همینجا نگه دارم. اگر که تمرین برام راحته میتونم دست چپم رو بکشم به سمت بالا و یک کشش خوب هم به دست چپم بدم. جایی که میتونیم میتونیم باز کنیم بدنمون رو به سمت پهلو، یا اینکه میتونیم کامل به سمت زمین باشیم. همو بازدم، به آرومی با دستم برمیگردم، کف دستم رو میذارم روی زمین و توی وضعیت چهار دست و پا دوباره قرار میگیرم. از وضعیت چهار دست و پا انگشتای پام رو برمیگردونم به سمت زمین و زانوهام رو از مت جدا میکنم، زیر نافم رو میگیرم و توی وضعیت سگ سر پایین قرار میگیرم. از وضعیت سگ سر پایین یه دم و بازدم میگیرم، پای راستم رو هم اینجا نگه میدارم، پای چپم رو یه کوچولو میبرم عقب‌تر و میذارمش روی زمین. اگه میتونید زانوش رو صاف کنید، زانوی پای راستم خم هست، زانوی پای چپم صافه، میخوام تا اونجایی که میتونی پاشنه پای چپت رو به زمین هی نزدیک کنی و هی بیاریش به سمت بالا بیشه، هم کشش رو پشت پای چپت بیشتر احساس کنی، میای به سمت سگ سر پایین، دوباره زانوها هم رو خم میشه. اگر احتیاج داری دوباره بیا روی دو زانو، کمی استراحت کن، به مچت استراحت بده، میتونی مچت رو بچرخونی به جهت عقربای ساعت و مخالفش و بعد دوباره به توی وضعیت سگ سر پایین. شکمت رو منقبض کن، دستات رو روی مت فشار بده، زانوها رو بلند کن، دوباره برو توی وضعیت سگ سر پایین. این بار زانوی پای چپم اینجا میمونه، پای راستم رو یه گام میبرم عقب‌تر و اگه میتونم زانوش رو صاف نگه میدارم. حالا از همینجا زانوی چپت خم میمونه، کف دستات رو عشان فشار بده روی مت، زیر شکمت فعال و پاشنه پای راستت رو هی به زمین نزدیک کن، بریم پشت پامون رو گرم کنیم، عضلات پشت پامون رو باز کن. به آرومی دوباره برمیگردم، زانوها رو میذارم روی متن. گفتم هر چند بار که نیاز داری بشین و استراحت کن. بشین دوباره یه مقدار به پشت دستامون استراحت میدیم و میریم دوباره توی وضعیت چهار دست و پا یا میز قرار میگیریم. از وضعیت میز یا چهار دست و پا زانو و لگنم رو همینجا بچه‌ها نگه میدارم توی این خط، دستام رو میکشم به سمت جلو و میخوام با قفسه سینم برم به سمت زمین، ولی نمیخوام که لگنم بره به سمت عقب یا بیاد به سمت جلو، میخوام زانو و لگنم رو توی یک خط نگه دارم، دستام رو بکشم به سمت جلو و پیشونیم رو روی متن رها کنم اگر میرسه. همینجا نگه دار برای چند تا دم رو بازدم.
دستات، صاب دستات رو فشار میده روی زمین، بدنت رو بکش به سمت جلو و روی صاب دستات قرار بگیر. مچت آرنج دستم و سرشونم رو توی یک خط قرار میدم. پشت پاهام رو روی مت قرار میدم. فاصله بین پاهام رو از لگنم نگه میدارم. دستام رو به سمت روبرو نگه میدارم و ساق و کف دستم رو به متن فشار میدم. قفسه سینم رو به سمت روبرو باز میکنم و اجازه نمیدم که قفسه سینم بیاد به سمت زمین. میکشم به سمت بالا. برای که فشار توی پایین کمرم نیارم، کمی باسنم رو منقبض میکنم که فشار رو از بادی کمرم کامل بردارم. شونه هام از گوشم دوره. شونه ها رو به بالا نکشید، بکشید به سمت پایین. دم و بازم جاری. دم و بازدم و به آرومی پیشونیت رو بذار روی متت و رها کن. کف هر دو دستت رو بیار عقب‌تر کنار سینه‌هات قرار بده. آرنجامو رو باز نمی‌کنیم. آرنجا رو می‌چسبونم به تنم، به دو سمت تنم. کف دستام رو روی زمین فشار میدم. از همینجا باسنم رو منقبض می‌کنم. پشت پاهامو مت فشار میدم. همراه با دم با فشار کف دستم یک کوچولو قفسه سینه و سرم رو از مد جدا میکنم و به آرومی و بازدم برمیگردم به سمت متن. دوباره دم میگیرم، یک کوچولو بلند میشم و بازدم برمیگردم. یادت نره که میتونی باسنت رو منقبض کنی. دم بیا بالا و بازدم برگردم. فشار رو از پایین کمرت برداری. هر دو دستت رو بکش جلو و دست راستت رو همینجا به موازی با عرض متت روی زمین نگه دار. میتونی سمت راست صورتت رو همینجوری بذاری روی دست راستت. پای راستت رو همینطوری که هست روی مت نگه داری. دست چپم رو میذارم روی زمین و پای چپم رو تا جایی که میتونم میکشم به سمت بالا. از زانو خمش میکنم و میارمش به سمت بالا. میتونی این دست دیگرت رو هم به این شکل بذاری یا اینکه میتونی پات رو بگیری. هر وضعیتی که راحتی نگه دار. برای چند تا دم رو بازدم اجازه بده که قشنگ این لگن سمت چپت به سمت بالا بیاد. دم رو بازدم و بازدم و به آرومی جای پاهام رو عوض میکنم. پاهام رو میبرم اول، دست چپم رو میارم و موازات با عرض متن قرار میدم. سمت چپ صورتم رو میذارم روی دستم و این بار پای راستم رو میارم به سمت بالا و سمت دستم رو رها میکنم. سه زانوی پای چپ روی مت نگه دار. دم و بازدم جاری. و به آرومی پات رو ببر اول. پیشونیت رو بذار روی زمین. دستات رو بذار دو سمت بدنت. انگشتای پات رو برگردون به سمت مت. آرنجا رو خم کن. دو سمت تنت نگه دار و با فشار به کف دستت بلند شو و توی وضعیت نشسته قرار بگیر. از وضعیتی که بلند شدیم میخوایم بریم توی وضعیت به پشت خوابیده قرار بگیریم. از وضعیت به پشت خوابیده به آجرون هم یکم بعد نیاز دارم. توی وضعیت به پشت خوابیده ایم. پای چپمون رو صاف میذاریم روی من و
پای راستم رو از زانو خم میکنم، میکشم توی سینم و بعد میبرمش به سمت بالا. پشت پام رو، انگشتام رو حلقه میکنم توی هم، میگیرم پشت پام توی این وضعیت. پای چپم رو هم که روی زمین هست میتونم انگشتاش رو پوینت کنم یا فلکس کنم به سمت زانو. پای دیگم رو، پای راستم که بالا هست، شروع میکنم به چرخش مچ پام در جهت عقبه های ساعت. اگر زانوت صاف صاف نمیشه و نیاز داری خمش کنی، هیچ اشکالی نداره. در حدی که یک کشش پشت پات احساس کنی کافیه. حالا میتونی انگشتات رو بکشی به سمت خودت، فلکس کنی و پوینت کنی و جهت مخالف عقبه های ساعت به چرخون و به آرومی زانوت رو خم کن و بذارش روی زمین. این بار پای چپم رو از زانو خم میکنم، میکشم توی سینم و بعد به آرومی برمش بالا. انگشتام رو توی هم حلقه میکنم و پشت پام قرار میدم. شروع میکنم به چرخش مچ پام در جهت عقبه های ساعتم. جهت رو میتونم تغییر بدم. میتونم انگشتام رو به سمت صورتم و به سمت سقف پوینت کنم و فلکس کنم. به آرومی کف پام رو هم میذارم روی متن. حالا میخوام برم از دو تا آجر استفاده کنم برای تمرینم. دو تا آجر میاریم که گفتم اگر آجر نداری میتونید از یه وسیله شبیه به آجر استفاده کنید. یکی از آجرام رو اینجا میذارم برای اینکه بخوام بذارم زیر قفسه سینم. بچه دقیقا زیر قفسه سینم یعنی اینجا، یعنی این قسمتی که بند نیمتنم هست، همینجا میخوام آجر رو قرار بدم. برای چی؟ برای اینکه میخوام قفسه سینم رو تو این وضعیت باز کنم. حالا یه دونه آجر دیگه هم احتیاج دارم برای اینکه میخوام سرم رو پیش بذارم، پشت سرم رو بذارم که بتونم کاملا رها و وانهاده باشم. خب از همینجا آجرم رو تنظیم میکنم زیر بند نیمتنم و میرم به سمت عقب. خودتون میتونید جاشو برای خودتون پیدا کنید. جای آجر دومت رو هم پیدا کن زیر سره و ببین کجا برای قفسه سینه راحت تر که قرار بگیره. برای من باید بره یک کوچولو بالاتر و شاید زیر قفسه سینه قرار بگیره. آجر دوم هم میارم و میذارم به این شکل زیر سرم. این وضعیت قرار میگیرم. میتونم پاهم رو به این شکل باز کنم، میتونم دستام رو دو سمت بدنم قرار بدم. اگر این وضعیت براتون راحت نیست میتونید آجر رو بردارید و اجازه بدید کامل بدنتون روی زمین قرار بگیره. ولی این وضعیتی که از بهترین وضعیت هایی که معمولا همه توش احساس رهایی میکنم. من چون موهامو بستم بالا این یک کوچولو جاش برام مناسب نیست. خب الان جای آجرم کاملا پشت قفسه سینم، جایی که همینطور که میبینید کامل قفسه سینه من رو باز کرده به سمت بالا. دستام رو دو سمت بدنم میتونم رها کنم. پاهام رو میتونم توی همین وضعیت زانوها رو از هم باز کنم یا اینکه حتی میتونید کف پاهاتون رو به هم بچسبونید و توی وضعیت پروانه قرارش بدید. ببینید کدوم وضعیت براتون راحت تره، همون کار رو انجام بدید. پس این سینم باز هست، دمو بازدم. دمو بازدم. احساس کن که توی این تمرین
نفس سینت با هر دم و بازدمت بازتر میشه. احساس کن که با این تمرین داری یه فشار، یه فضای خیلی زیادی بین کتفات ایجاد میکنی، در نتیجه باعث میشه که قفسه سینت هم باز و بازتر میشه. احساس رمایی یا احساس خوبی که تو این تمرین داری رو بهش توجه کن. دم و بازدم، به آرومی سرت رو از روی آجر بردار و به آرومی بچرخ به یک سمت و اجازه بده که آجرت از زیر بدنت برش داری. حالا میخوایم بریم توی تمرین شواسانا و به آرومی بدنمون رو روی متمون رها کنیم. قبل از اینکه بریم توی تمرین شواسانا، میتونیم پاهامون رو به اندازه عرض متمون از هم باز کنیم. دستامون رو تو هر وضعیتی که برامون مناسبه، میتونیم توی وضعیت کاکتوس دو سمت سرمون قرار بدیم، یا اینکه میتونیم روی شکممون دو سمت بدنمون هر وضعیتی که دوست داریم قرارش بدیم. پاهامون به اندازه عرض متمون از هم بازن. از همینجا هر دوتا زانوت رو با هم ببرم به سمت چپ روی زمین تا هر چقدر که میرسن، نیازی نیست که حتما به زور ببرشون به سمت زمین. میتونی سرت رو ببری جهت مخالف به آرومی، پاهات رو بیار بالا و هر دو پات رو ببر به سمت زمین. من اینجا مبل هست، نمیتونم پای راستم رو ببرم به سمت زمین، ولی شما تا جایی که میتونی ببرید به سمت زمین، سرتون رو ببرید جهت مخالف پاهاتون. دوباره بیا وسط و همین کار رو تکرار کن. هر دو پات رو اجازه بده بره به سمت زمین. عوض کن. اجازه بده که لگنت یه مقدار رها و آروم بشه و به آرومی دوباره میریم به سمت راست. میام وسط و کامل رها میکنم. اگر آماده ای بخواب روی متت، پاهات رو به اندازه عرض متت یا بیشتر باز کن، یا گفتم هر وضعیت دیگه که برای شواسانا انتخاب میکنی قرار بگی تو همون وضعیت. چشمات رو به آرومی ببند و بدنت رو کامل رها کن روی مت. ازت میخوام که توی تمرین شواسانا برای هر چقدر زمانی که دوست داری بمونی، بدنت رو ریلکس کنی، رها کنی و هر وقت که آماده بودی به همون روشی که جلسه قبل انجام دادیم برگردی به یک سمت و توی وضعیت نشسته تمرینت رو به پایان برسونی.